ضحاک در شاهنامه یا اژدهاک در اوستا اسطوره پادشاهی غیر ایرانی در ایران است که بسیار به مردم ظلم کرد. درباره نام ضحاک فردوسی در داستان جمشید چنین گفته است: جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. کجا بیور اسپش همی خواندند، چون این نام بر پهلوی راندند. کجا بیور از پهلوانی شمار، بود بر زبان دری 10,000. ز اسپان تازی به زرین ستام، ورا بود بیور که بردند نام. به این معنی که نام او ضحاک بود و در زبان پهلوی او را بیور اسب می گفتند، به این سبب که او 10,000 اسب تازی داشت. در اوستا نام این شخص آژدهاک است که بعدتر به صورت ضحاک در شاهنامه در آمده است. آژی در اوستا به معنای مار، اژدها، و دهاک به معنای مخلوق اهریمنی است. واژه آژی جداگانه در اوستا در بخش‌های مانند آبانیشت و وندیداد به معنای مار به کار رفته است. دهاک نیز به صورت جداگانه در جاهایی استفاده شده است، اما در بسیاری از جاها این دو واژه با هم آمدند، مانند فریدون آنکه اژدهاک را فرو کوفت، سپوزه سکله شش چشم را. امروزه واژه هایی مانند اژدر، اژدها فرم هایی از این واژه هستند. در اوستایی ده به معنای نیش زدن، آزار دادن، رنج دادن، و آک پسفند فاعلی است. پس دهاک به معنای آسیب رسان و نیش زننده است که همراه با آژی به معنای مار نیش زننده و یا اژدهای آسیب رسان معنا می دهد. از مهمترین صفات ضحاک دروغگویی و ستمگری است. او از دروجوان است که به پیروان دروغ و دروغگویی می گویند. فردوسی در بخشی به زیبایی به این صفت ضحاک طعنه می زند. او از قول ضحاک چنین می گوید: یکی محضر اکنون بباید نوشت، که جز تخم نیکی سپه بد نکشت. نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد بدادن در اون کاستی. در مورد نسب ضحاک منابع و مراجع متفاوتی وجود دارد، ولی چیزی که تقریبا میان تمام آنها مشترک است این است که او غیر ایرانی یا انیرانی است. در بندهش نسب او به اهریمن میرسد و چهارمین جد او تاز است که او را پدر عرب به شمار می آورد. در شاهنامه پدر ضحاک مردی از دشت سواران نیزه‌گذار به نام مرداس است که بسیار نیک دل، خداپرست، پرهیزکار، دادگر و بخشنده است. ضحاک در شاهنامه سه بار با ابلیس همکاری می کند و این همکاری ها او را به این سرنوشت گرفتار می کند. بار اول اهریمن به او می گوید که اگر پدر خود را بکشد، به او پادشاهی 7 کشور را می دهد. پس او با همکاری اهریمن در راه مرداس چاهی می کنند و شب هنگام، زمانی که مرداس برای عبادت به بیرون از خانه می رود، به چاه می افتد. سپس اهریمن در ظاهر آشپز به دربار راه پیدا می کند و پادشاه را به غذاهای چرب و گوشت خاری و پرخوری عادت می دهد. در آن زمان غذای ایرانیان از گیاهان و محصولات کشاورزی بود. شاه سرمست از غذاهای چرب و گوشت از اهریمن در ظاهر آشپز می خواهد تا خواسته خود را به او بگوید تا شاه آن را اجابت کند. اهریمن به چاپلوسی می خواهد تا شانه های شاه را ببوسد. ضحاک او را اجابت می کند و تا بوسه می زند ناپدید می شود. از جای بوسه های او دو مار سیاه می روید. ضحاک در میان دانایان و پزشکان چاره‌ای پیدا نمی کند. پس اهریمن برای بار سوم در ظاهر پزشکی دانا نزد شاه می رود و می گوید که چاره آرام شدن مارهای شانه او این است که مغز انسان به خوردشان دهید. پس چون چنین می کنند، مارها آرام می شوند و از آن پس هر شب مغز دو جوان
خوراک شاه می شود. در اوستا آژیدهاک به آناهیتا قربانی می کند و از او می خواهد که به او کمک کند تا 7 کشور را از مردمان تهی کند، اما آناهیتا درخواست او را اجابت نمی کند. فریدون نیز به آناهیتا قربانی می دهد و از او می خواهد تا به ضحاک پیروز شود. آناهیتا خواسته او را اجابت می کند و او بر ضحاک پیروز می شود. اسطوره ها رمزآمیز و نمادین هستند. در پس ظاهر افسانه‌ای و خارق‌العاده آنها واقعیاتی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی نهفته است. خود فردوسی نیز در این باره می گوید که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمان مدان. از او هرچند در خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. در اینجا او تأکید می کند که داستانهایش صرفاً افسانه و دروغ نیستند، بلکه از طریق رمز به معنای ژرف‌تر اشاره می کند. بنابراین احتمال اینکه ضحاک پادشاهی ستمگر و ظالم در تاریخ ایران زمین باشد بسیار است و خاطره این پادشاه ستمگر به فرم داستان و روایت در اذهان مردم باقی مانده است و افرادی مانند فردوسی آن را به نوشتار درآورده‌اند. ولی با این حال اینکه اساطیر تا چند اندازه از واقعیات تاریخی بهره برده‌اند و تا چند اندازه از این نظر میتوان به آنها استناد کرد همچنان نامشخص است. نکته قابل توجه دیگر در داستان ضحاک وجود جادوگری و افسونگری و تمایز این دو است. ضحاک برای آموختن جادو است که با ابلیس همکاری می کند و همچنین فردوسی در جاهایی او را جادو پرست لقب می دهد. از سوی دیگر افسونگری نوع مثبت جادو است که برای دفع شر و جلب خیر است. فریدون افسونگری می کند و آن را از شخصی ایزدی آموخته است. داستان ضحاک در شاهنامه پس از داستان جمشید آمده است. جمشید پسر تهمورس دیوبند است. او دارای فر شاهنشاهی و فر ایزدی است و به یاری فر کیانی آهن را نرم کرد و سپر و جوشن ساخت. او که پادشاهی بسیار درست کار و نیک بود، مردم را به 4 دسته روحانیان، جنگاوران، کشاورزان و صنعتگران تقسیم کرد. در زمان او همه چیز خوب بود تا وقتی که او از خداوند سرپیچی کرد و مغرور شد و گفت چو من نام ور تخت شاهی ندید. پس از آن فر کیانی از او جدا شد و مردم و سپاه به سمت ضحاک اژدهافش که با قتل پدر آوازه یافته بود گرویدند. ضحاک 100 سال پس از پادشاهیش جمشید را آواره و سرگردان پیدا کرد و او را با اره دونیم کرد.